همه زهراتی روی عالم تاریخ پیدایش خود رو داشته اصلاً به علم و تدقیقات و تجربه های عالمان وابسته است. در برنامه نوبتی نیز ما برایتان تجربه هایی رو نشان می دهیم که باعث صدها اختراعات و نوگانی ها شدند. سلام بینندگان عزیز، اینک منظور شماست برنامه تجربه. چطوره که خودی شما میدونید، ما در این برنامه به شما تجربه های گوناگون خیمیاوی، فیزیکی و بیولوژی را نشان میدهیم. امروز باشد در این برنامه یک چند تجربه شبخوار رو نیز به شما نشان میدهیم. در این تجربه به ما لازم میشود یک دونه تخم خام، ظرف شیشگین، نمک، قاشق و آب. سر اول ما شروع میکنیم از آب. با ظرف شیشگین کمی آب گرفته آن همین قدرش کفایه است. اکنون به داخل آن تخم خام رو میگذاریم. دیدید بینندگان عزیز، وقتی که ما به داخل آب تخم خام رو گذاشتیم، تخم به زیر ظرف یعنی به قاری آب رفت و اکنون ما آهسته آهسته به آن نمک اضافه میکنیم. آن همین طور ما آهسته آهسته نمک اضافه کردن میگیریم. و برای پوره نمک در آب حل شدن آن را خوب آمیخته میکنیم و در این صورت تجربه ما نتیجه مثبت میدهد. باز کمی دیگر نمک اضافه میکنیم و انتظار میشویم که در اینجا چی حادثه به عمل میآید و آن رو باز آمیخته میکنیم تا نمک ما پوره در آب حل شود و در این صورت تجربه ما نتیجه خوب میدهد. دیدید بینندگان عزیز، چطوره که شما دیده ایستودید تخم آهسته آهسته به سطح بالای آب برآمد. این خیلی عجیب است همین طور نه؟ و اگر ما اون رو مجبوران هم به سمت پایین فشار دهیم، اما اون به سطح بالای آب مایل میکند. این خیلی عجیب است همین طور نه؟ بینندگان عزیز، چرا این حادثه رخ داد؟ پس بیاید شرح اون رو از متخصصان پرسون میشویم. اینجا یگان حادثه گوییم که خصوصیت آب یا اینکه خصوصیت نمک با تخم تاثیر ندارد، فقط در اینجا فقط حل شوی یک ماده در ماده دیگر به عمل میاد، یعنی نمک در آب که حل شد این آمیخته رو محلول میگن، یعنی خصوصیت محلول اکنون تمام است از آب صاف فرق میگیرد. یعنی در اونجا کنسنتراسیون نمک است زیچی همون محلول، محلول آب و نمک یعنی کلام می شود و در نتیجه قوه آرخیمدی که ما دیده استودیم زیاد می شود و نتیجه همون تخم از در داخل ظرف بوده که در دنیا هم محلول بوده که اکنون با بالا برداشته می شود. بینندگان عزیز، در تجربه دوم با ما چی لازم می شود؟ آب، ظرف سفولین، کاغذ، ظرف شیشگین و آتش. اولا ما شروع میکنیم از آب با ظرف سفولین کمی آب میگیریم. همین قدرش کفایه است و اکنون کاغذ رو باشد به دو قسم تقسیم میکنیم. همین طور دوستان عزیز کاغذ رو به دو قسم تقسیم میکنیم و اون رو باز یک چند مرتبه با شکل های گوناگون قطع میکنیم.
و اکنون اون رو آتش میدم. من همینطور آتش میزنیم و اون رو به داخل ظرف شیشگین میگیریم. دید بینندگان عزیز که کاغذ ما در داخل ظرف سوخته ایستاده است و اکنون اون رو به داخل ظرفی که آب دارد میگذاریم. بینندگان عزیز چی طوری که شما دیده ایستاده اید، وقتی که ما ظرف شیشگین رو به داخل ظرف سفالین گذاشتیم، اون همه آبی که در داخل ظرف سفالین بود و داخل ظرف شیشگین وارد می شود. بینندگان عزیز، چرا این حادثه رخ داد؟ پس بیایید سبب اون رو از متخصصان پرسان می شویم. ظرفی که بسته که مانند است، همون رو اگر گذاریم، اگر یکون حادثه رو اینه بیتر طرف کشادش رو ما در بالای آب می گذاریم. برای اون که همه آب در زیر استکان غون شود، باید که فشار گاز در داخل استکان بوده کمی نسبت به فشار اتمسفری خورش نشتر کنیم. برای این چیکار میکنن؟ برای این باید که گاز رو گرم کرد. در این وقت ما میبینیم که حرارت، تمپراتور، یعنی همون داخل استکان زیاد میشود. در نتیجه فشار در داخل همون استکان کم میشود، یعنی همه گاز ها از حساب زیاد شدن حرارت به بیرون میبرند. استکان رو وقتی که گذاشتیم حرارت اونجا پاس می شود، فشار داخل همون زیر استکان بوده کم می شود و فشار اتمسفری کلان است. بنابر همین وای مجبور می کند که همه مایع یعنی آب در سطح ظرف بوده رو به طرف خود جذبیده گیرد. علم اصلا امتحان ندارد و شاید در آینده نه چندان دور در نتیجه تجربه و سنجش های متخصصان پدیده های به وجود آیند که امروز انسان حتی تصورش را نکرده باشد.